خب با سلام مجدد در یک شنبه 27 دسامبر در روزهایی که تمامی دنیا غرق در نور و شادی است، چه آگاهانه چه سنتی، چه با دل و جان، چه با قلب‌های سپرده، چه به عنوان زیبایی‌های روزهای میلاد و پیغام سال نو. ولی من میدونم، شما میدونید، برای ما فرزندان خدا، برای قوم خدا، برای قوم برگزیده خدا، این روزها پیامی عالی از آسمان دارد. و من پدر دعا میکنم به نام عیسی مسیح که آن قلب پدرانت، آن قلب دهندت که ما را دنیای سقوط کرده را اینقدر دوست داشتی که پسر یگانت را دادی تا بیابی. دعا میکنم این روح، این غیرت، این محبت، این روزها و نه این روزها، تمامی روزهای زندگی ما را نیز در بر بگیرد تا مثل تو یاد بگیریم محبت، خدمت و دادن را. دعا میکنم روح القدس تو دلهای ما را برای خدمت مشتعل سازد و این پیام جان و وجود همه ما را در بر بگیرد، برای جلال پدر به نام خداوند عیسی مسیح. عزیزانی که با ما در این ساعت شریک هستید، پیغام کوتاه در رابطه با خداوند عیسی و تولد مبارکش خدمت شما خواهم گفت. بله، می‌بینید که بالاخره ما هم یه درختی گذاشتیم، درخت کاج زیبا با تزیینات، یک سنت شاید زیبا، یک سنت قشنگ، ولی دوست دارم از یک زاویه دیگری به این قضیه نگاه کنم که شاید میلیون ها نفر نه این درخت را دارند، نه این چراغانی را دارند، نه میتونن جشن بگیرند، حالا چه برادران و خواهران ما در زندان ها، چه در تبعیدگاه ها، چه در جاهای سخت پناهندگی، چه در کشورهایی که زیر سلطه کمونیست است یا مسیحیت آزاد نیست، در شرایط بسیار سخت. و به نوعی میخوام بگم که پیغام خدا، من هر بار اینو دوست دارم یادآوری کنم، پیغام خدا در اولین کریسمس، در اولین شب تولد مسیح، هیچ جذبه انسانی زمینی نداشت، هیچ زیبایی های خیره کننده زمینی نداشت، نه جلالی بود، نه جای زیبایی بود، نه عطرهای گرانبهایی بود، نه چراغانی بود، در یک آخر حقیر، در یک شهر بسیار دور افتاده، خیلی معروف نبود، بیت لحم. ولی آنچه آسمانی است، حضور فرشتگان، سرود آسمان، پیغام شادی، بشارت خوشی عظیم و آن سه فرزانگانی که به فیض خدا باور میکنیم از ایران زمین آمدن با هدایای طلا، کندر و مور. پس نه درخت کاجی بود، نه تزیناتی بود، نه رنگای سبز و قرمز و سفیدی بود، بلکه حضور الهی بود. اجازه بدید از انجیل یوحنا باب 1، آن آیاتی که این کلام برای ما پیغام داره، با شما در میون بذارم و بخونم. انجیل یوحنا باب 1، چون عالی کلام خدا و عنوانش اینه، انسان شدن کلام، پس برای شما قرائت میکنم. در آغاز کلام بود و کلام با خدا بود و کلام خدا بود. همون در آغاز با خدا بود. همه چیز به واسطه او پدید آمد و از هر آنچه پدید آمد، هیچ چیز بدون او پدیدار نگشت. در او حیات بود و آن حیات نور آدمیان بود. این نور در تاریکی می درخشد و تاریکی آن را در نیافت. مردی آمد که از جانب خدا فرستاده شده بود، نامش یوحنای تمید دهنده بود. او برای شهادت دادن آمد، برای شهادت بران نور، تا همه به واسطه او ایمان آورند. او خود آن نور نبود، بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن نور حقیقی
که به هر انسانی روشنایی می‌بخشد براستی به جهان می‌آمد. او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. او به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی هر کس که به نام او ایمان آورد، آنان که نه با تولد بشری، نه از خواهش تن و نه از خواسته یک مرد، بلکه از خدا تولد یافتند و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگرستیم، جلالی شایسته یا آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. یوحنای تعمید دهنده بر او شهادت می‌داد و ندا می‌کرد که این از کسی که دربارش گفتم، آن که پیش از من می‌آید بر من برتری یافته، زیرا پیش از من وجود داشته است. از پری او ما همه بهره‌مند شدیم. فیض از پی فیض، زیرا شریعت به واسطه موسی داده شد، فیض و راستی به واسطه عیسی مسیح آمد. هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه که در آغوش پدر است همان او را شناسانید. خداوند کلامش را مبارک سازد. پیغام میلاد چیست؟ چرا مسیح به دنیای ما آمد؟ چرا خدا انسان شد؟ چون باید اصل مطلب را بدونیم. خیلی زیبایی ها در اطرافش هست، ولی پیغام اصلی، پیغامی که جهان به آن نیاز داره، ثروتمند و فقیر، دانشمند و بیسواد، هر انسانی به آن نیاز داره، این پیغام نجاته. نجاتش چی؟ اصلا جریان چیه؟ مگر شریعت موسی؟ مگر تمام عهد عتیق؟ مگر مراسم ها کافی نبود؟ چرا باید عیسی به دنیای ما می اومد؟ برای این که این سوال را جواب کتاب مقدسی بدیم، باید یک سری برگردیم به باغ عدن، به شروع همه چیز، به شروع مشارکت با خدا، به شروع هدف از آفرینش، برای با خدا بودن، تسلیس در مشارکت پدر، پسر، روح القدس با هم لذت می بردند. محبت داده می شد، گرفته می شد، روح القدس عامل این محبت بود و انسان به همین خاطر آفریده شد که با خدا، خدای حیات بخش، خدای حقیقی، خدای زنده، خدایی که حرف میزنه، احساس داره، دوست داره، مشارکت داشته باشه. برای همین انسان به شباهت خدا آفریده شد و بر زمین قرار گرفت تا از جانب خدا حکمرانی کند، یعنی نمایندگی خدا بر زمین، بر حیوانات، بر طبیعت به انسان سپرده شد. این بود هدف آفرینش من و تو. ما برای این آفریده شدیم، نه برای ذلت که بعد بهش میرسیم. اما متاسفانه دشمن خلقت، دشمن نور، دشمن محبت، دشمن راستی و اون غرور که از دهان شرارت بیرون آمد، آدم و حوا را گول زده و حیات را از آنها دزدید. من چند تا کلمه اینجا نوشتم، دارم مقایسه میکنم. انسان شبیه خدا بود ولی با نااطاعتی و گناه شبیه شریر شد، از اون شباهت خدا افتاد. انسان زیبا آفریده شده بود و خدا گفت بسیار زیباست، بسیار نیکوست، ولی بعد از گناه زشت و کریه شد، مثل دنیای امروز ما. انسان حیات ابدی الهی داشت، بعد از گناه از این حیات محروم شد. انسان در روح زنده بود، بعد از گناه مرد، چون مزد گناه موت است. انسان در حضور خدا، در اون مشارکت بود، در بالا بود، بعد از گناه سقوط کرد به اسفل زمین. این وضعیت انسان سقوط کرده است. فاصله بین باغ عدن تا صلیب و تولد مسیح را خدا داشت آماده می کرد. موسی، ده فرمان، 613 امر و نهی، پادشاهان، انبیا، دوران اسارت، بازگشت،
همه اینها آماده میشد برای یک چیز، چون که انسان نمیتونست به قوت و توانایی خود به خدا برسه. چرا که انسان مرده بود. شخص مرده نمیشه بهش نصیحت کرد، نمیشه گفت بلند شو این 10 فرمان انجام بده، مرده است. انسان مرد. خدا میتونست نقشه رو پاک کنه، پرونده رو ببنده، بگه نخواستم، همین من و پسرم و روح القدس با هم کیف میکنیم. ولی خدا به خاطر محبت عجیبش، که این قسمت عجیبه، حاضر شد پسر یگانش را بدهد، او انسان بشه. فیلیپیان باب 2، صورت غلام پذیرد، در میان ما بیاد و تمام آنچه را که ما بودیم و داشتیم بر او بیاد، تا با مرگ و دفنش با حیات تازه ما را آسمانی بسازد. خدای عادل باید جریمه گناه را میداد، مزد گناه موته. خدای قدوس گناه را نمیتونه تحمل کنه. پس این دو چطور حل میشد؟ این دو با آمدن مسیح و مرگش بر صلیب نجات را آماده کرد. بر روی صلیب فریاد محبت بود، عدالت اجرا شد، قدوسیت گناه را دوست نداشت، پدر روش را برگرداند تا قدرت محبت و معجزه محبت، بخشش گناهان، کفاره گناهان و بعد با قیامش حیات را برای ما آماده کند. مسیح نزول کرد، زشت شد، دردمند شد، تحقیر شد، طرد شد، بنده شد، شلاق خورد، کتک خورد، آب دهان، هر آنچه که فکر کنی بر او آمد و اوجش بر بالای صلیب. لحظاتی خاطر اینکه او را که گناه نداشت در راه ما گناه ساخت، پدر از او رو برگرداند و این فریاد مسیح، ایلی ایلی لما سبقتنی، الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ اما این ترک کردن به خاطر من و تو بود، به خاطر همین پیغام، به خاطر همین زیبایی هاست، نه به خاطر این درخت، نه به خاطر لباس های قشنگ، نه به خاطر خونه های قشنگ، نه به خاطر کشورهای قشنگ، به خاطر درون ما که از گناه مثل آخر بود. مسیح اونجا وارد شد تا آخر گناهالود زندگی ما را با نور و فرشتگان و جلال آسمانی روشنایی بخشد. او در قصرها به دنیا نیومد که افتخارات برای پادشاهان باشه، با زیبایی ها این قصر قشنگتره یا اون قشنگتره، نه، او در آخری که هیچ به حساب بیامد، ولی جلال خدا اونجا آشکار شد. و من این جمله رو نمیتونم نگم، بهترین هدیه من و تو، بهترین آنچه که خدا دوست داره و برای اون مسیر را داد، اینه که قلب گناهکار آخرمانند با بوی تعفن گناه خود را به او بسپاریم، دعوت کنیم وارد بشه تا قلب ما با حضور او تخت سلطنت پدر بشه. پس مسیح از پدر اطاعت کرد، وارد دنیای ما شد، لباس بشری پوشید، غلام شد و تا به موت، بلکه به موت صلیب مطیع گردید، که بعدش میگه تا به نام او هر زانویی در آسمان و بر زمین خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی خداوند است. این پیغام حیات بخشه. آدم و حوا، موسی، انبیا، پادشاهان، تمامی انبیا و پولس رسول را مگر اضافه کنیم، همه مکاشفات اونها را، ملاقات های اونها را با خدا، شناختشون از آسمان، پدر و ابدیت جمع کنیم، قطره‌ای در مقابل اقیانوس کهکشان‌های محبت و حکمت و حضور خدا نخواهد بود. پس مسیح یگانه بود، برای همین خون او تونست ما را نجات بده. اما نجات را یافتیم. پیغام نجات اینه: زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود، پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد. بله، این پیغامه، ولی این پیغام ادامه داره. مسیح گفت این پیغام خداست تا شما بیایید، و از این لحظه پیغام من با کلیساست، با من و شماست.
که ما الان شاهد همون مسیح هستیم با همون پیغام، نه در لذت زندگی روزانه مسیحی فقط، نه در لذت زیبایی های ظاهری، بلکه ما شاهدیم. چون گفت روح القدس بر شما میاد، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود. یعنی کار منو به کمال میرسانید. بنابراین ما با گرفتن این جشن شادی میکنیم، ولی به دنیای گناهکار پیغامی برای گفتن داریم، برای یکدیگر پیغامی برای گفتن داریم. محبت کردن به یکدیگر، تحمل یکدیگر، شستن پاهای یکدیگر، خدمت کردن. در اصل خدا دوباره انسان را به مقامی که در باغ عدن گذاشته بود در مسیح برمیگردونه. با من باش، از حضور من لذت ببر، مشارکت داشته باشیم و کار این زمین رو بکن، مأموریت رو انجام بده، حکمرانی کن. و کلیسا سفارت خدا بر روی زمینه و من و شما سفیرانیم. پس این پیغام فقط این نیست که سال یه بار جمع بشیم، درخت بذاریم، شادی کنیم، هدیه بدیم، هدیه بگیریم. این یادآوری میکنه که ما یه مأموریت داریم، برای یه هدفی آفریده شدیم و این هدف هنوز تموم نشده، چون مسیح هنوز بر نگشته. شاد باشیم، صلح و سلامتی در ما باشه، در حضور خدا لذت ببریم تا شاهدان این خداوند باشیم. من از اشعیا باب 6 آیه 9 در رابطه با این خداوند که چقدر عالی است، برای ما فقط برای یادآوری بخونم که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز، خدای قدیر، پدر سرمدی و سرور صلح خوانده شد. این کلام ما را مأموریت داده، سفیران صلح، سفیران آشتی، سفیران شادی، سفیران نجات. پیغام ما از آسمانه، چون که خدا از آسمان آمد، مسیح از آسمان آمد و این پیغام را برای ما آورد. در این پیغام همه این نیکویی هایی که ما نیاز داریم توش هست. شفای جسم هست، شفای روح هست، شفای روابط هست، شفای خانوادگی هست، خانواده مبارک هست، فرزندان مبارک هست، کلیسای مبارک. در زمین ملعون ما نور و نمک هستیم، حاملان انجیل هستیم. این پیغام از آسمانه و فرشتگان گفتن بشارت خوشی عظیم، خدا را در علالین جلال، بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. دعای من این است برای خودم، برای تک تک شما بینندگان، که روح خدا این روزها ما را احیا و احیاتر بکند. این پیام تار و پود وجود ما را در بر بگیرد و ما را به حرکت بیاورد، حرکتی که مسیح به ما سپرده. فراوانی خدا بر شما باشد. میلاد خداوند عیسی مسیح بر قوم خدا، دوستداران خدا و بر همه فرزندان خدا مبارک باشد. آمین.